درود بر شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های تصویر پارسه، با برنامه دیگر در خدمتتون هستیم. درباره یکی از هنرمندان محبوب موسیقی که موسیقی دانان و خوانندگان اون رو خیلی دوست داشتن و در سینمای ایران هم هنرپیشه بود و دوبلور بسیار خوبی هم بود، درباره قتل حسین سرشار، موسیقیدان و خواننده اپرا صحبت می‌کنیم. و قبل از اون که درباره قتلش و کشتن او صحبت کنیم، بیوگرافی کوتاهی درباره حسین سرشار میگم. او سال 1313 به دنیا اومد. 20 فروردین سال 1374 از دنیا رفت، یعنی اون رو کشتند. خواننده بود، باریتون دراماتیک داشت، خواننده اپرا بود، موسیقی دان، دوبلور و هنرپیشه فیلم‌های ایرانی. او در اپراها و تئاترهای ایرانی و ایتالیایی کارهای برجسته‌ای رو اجرا کرد و بعد از سال 57 و تعطیلی اپرا در ایران، در سینمای ایران و دوبله مشغول به کار شد. اما عاشق شغل شنی اپرا بود. حسین سرشار در یکی از محله‌های قدیمی در خیابان فرهنگ تهران چشم به جهان گشود. برخی منابع تاریخ تولد اون رو 1310 ذکر کردند، اما همسر حسین سرشار در بیوگرافی او که در کتاب نامبرده حسین سرشار آمده، تاریخ تولد او 1313 است. وی در سال 33 از هنرستان عالی موسیقی در رشته آواز اپرا دیپلم گرفت و برای ادامه تحصیل راهی ایتالیا شد و در اونجا هم دوره نهاییشو با کنسرتوار سناتاچی در روم رو با درجه اول به پایان برد و در ژوئن سال 1962 موفق به اخذ مدرک فوق لیسانسش شد در همون رشته اپرا و در کنکوری که برگزار شد، کنکور بین المللی اپرا که در ونیز بود، شرکت کرد و یکی از 7 برنده جایزه آواز اون مسابقه شد و در نهایت از طرف همان اپرا به عنوان سولیست در کنسرتی با ارکستر میلان شرکت کرد و حیطه صدای وی باریتون دراماتیک بوده و در اپراهای زیادی نقشای خوبی رو ایفا نموده. او بعد از اتمام تحصیلات عالی خودش به تهران بازگشت و از بدو افتتاح تالار رودکی به عنوان سولیست اول مشغول به کار شد و در کنسرت‌های به رهبری حشمت سنجری و فرهاد مشکات شرکت داشت. حسین سرشار نقش اول اپراهای خارجی بسیاری رو بر عهده داشت. او علاوه بر اجرای اپراهای کلاسیک غربی، در اپراهای سرشناس ایرانی نیز کار کرده بود، مثل اپراهای خسرو و شیرین. ساخته حسین دهلوی در نقش خسرو بازی کرد سال 1349 و سمندر ساخته احمد پژمان، دلاور سهن ساخته احمد پژمان در نقش بابک خرمدین بازی کرد در سال 47 و آتوسا ساخته کریستیان داوید در نقش دارجو شاه بزرگ در سال 47 و جشن دهقان ساخته احمد پژمان و همچنین در جشن هنر شیراز با ارکستر سمفونیک تهران برنامه اجرا کرد. آخرین کار حسین سرشار اجرای توانمندانه و ماهرانه قطعه ای ایران در تیر ماه سال 67 و همین قطعه ای ایران و سرود ایران با صدای سرشار بسیار تاثیرگذار بود و خشم حکومت ظلم رو که ایرانی نیست رو برانگیخت. ماجرای کشته شدن و از بین بردنش رو خدمتتون میگم. حسین سرشار مدتی ناپدید شد و خانوادش آگهی مفقود شدنش رو در روزنامه‌ها منتشر کردند. در سال 74 اعلام شد که او بر اثر تصادف با اتومبیل در آبادان کشته شده. منابع رسمی دولتی این حرف رو زدند که مرگ سرشار بر اثر بیماری آلزایمر و تصادف با اتومبیل از دنیا رفته.
اما آگاهان و کسانی که حسین سرشار رو میشناختند مرگ سرشار رو به جریان قتل‌های زنجیره‌ای ایران مرتبط میدونند. برای اینکه حسین سرشار به دلیل اینکه یک هنرمند وارسته‌ای بود، هنرمندی بود که اپرا رو خوب میدونست، اپرا رو دوست داشت، هنر رو دوست داشت، مردم دوست داشت و از بعد از سال 57 اپرا تعطیل شد، اون در اصل مرده بود و این کینه‌ای که از رژیم جمهوری اسلامی به دل داشت و بعد از اونم که قتل‌ها رو می‌دید، کشتن مردم، اعدام‌ها و تمام این مسائل باعث شد که کینه‌ای در دل داشته باشه. اسم حسین سرشار هم در لیست قتل‌های زنجیره‌ای که تعداد زیادی از نویسندگان، هنرمندان و آدم‌هایی که رژیم ازشون می‌ترسید، حسین سرشار هم اسمش جز لیست بود. یکی از مسائلش خواندن ای ایران ای مرز پرگوهر بود و دوستی او با سعیدی سیرجانی که سعیدی سیرجانی رو میدونید در زندان توسط خامنه ای اون رو کشتن. سیرجانی بعد از دستگیری مورد شکنجه قرار گرفت که اون هم بر اثر تزریق آمپول کشنده از بین بردن و حسین سرشار هم که از دوستان صمیمی سعیدی سیرجانی بود و بسیار انسان درستی بودند جفت اینها، بعد از دستگیری حسین سرشار وی رو بردن در آبادان و به شکل یک تصادف ساختگی به قتلش رسوندن و حتی محمد علی کشاورز در باره حسین سرشار گفته حسین بی‌نهایت به اپرا عشق می‌ورزید و وقتی اپرا تعطیل شد این حالتی روانی بهش دست داده بود و حتی این طور بود که وقتی می‌رفت در تالار رودکی که حالا شده تالار وحدت یه مدتی اونجا قدم می‌زد، هر صبح ساعت 9 صبح میرفت تالار رودکی، دم در اشک میریخت، اون سرود ای ایران ای مرز پرگوهر خوند و تو فیلم ای ایران هم بازی کرد، اونجا هم خوند. به دلیل اینکه آدم با نفوذی بود در موسیقی و انسان راستگوی بود، درستی بود، رو به این شکل با تصادف ساختگی کشتن. حتی علیرضا نوری‌زاده هم در کتاب سنای زعفرانیه او را از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای اعلام کرد. این همه شکنجه و اذیت و آزار با صحنه‌سازی مرگش را با تصادف اعلام کردند. حقایقی درباره حسین سرشار. با سپاس از شما.